میدونی نیمه روز هستین، از اینکه با ما همراه هم کلام هستین. جهان سپاس بخش صحت و وقایع را مشاهده کردیم. با امید از یک طرف توجهتون قرار گرفته باشد و نکات را که جناب محترم دکتر صاحب بیان کردن همچنان شنیده باشین و برای پایین نگه داشتن فشار خونتان و هم فشارتان این نکات را رعایت کنین تا که صحتمندیتان حفظ باشه، مخصوصا کسانی که بیشتر فشار دارند. اما در این بخش از برنامه موضوع دیگری را بس بررسی میکنیم و مهمان نهایت محترمی هم در استودیو حضور دارند که پیرامون بحث ما نظریه پردازی خواهند داشت. موضوع را قبلا در آغاز برنامه براتون اعلام دادیم که در رابطه با خیابان آزادی است. مهمانی در این بخش ما همراهی میکنن جناب محترم آقای سید ناصر موسوی، فعال جامعه مدنی هستن. حضورشان در برنامه خوش آمدید میگم. جناب محترم خوش آمدید به برنامه. از اینکه در برنامه حضور دارین تشکر از شما. بیاین در رابطه با اینکه خود خیابان آزادی یا واژه خیابان آزادی به چی عمل اطلاق میشه از شما صحبت های بشنویم. پس از آن بیننده ما هم پرسش خواهد داشت و همچنان خود من میربانی جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همکاران و بینندگان محترم شما و بینندگان عزیز شما. خب پدیده خیابان آزاری غالبا در اکثریت قریب اتفاق کشورها وجود داره، ولی به تفاوت‌های مثلا این چیزی که در ایالات متحده آمریکا وجود داره یا در افغانستان، و با توجه به سطح آگاهی مردم، با توجه به مشکلات اجتماعی که مثلا در کشورها وجود دارد متفاوت است. یعنی اگر ما بخوایم از اون بحث فلسفی و به اصطلاح تعریف خوشش بگذاریم، به این معنا که هر حرکتی که به اصطلاح چی از طریق یعنی صحبت های غیر متعارف باشد، چی از طریق به اصطلاح ایما و اشاره باشد، چی از طریق حرکت های رفتاری که باعث آزار یا احساس آزاری یک طرف شوند، به اصطلاح ایر بهش شاید بگن که خیابان آزاری. یعنی اگر شما حرکات را به اصطلاح یا برخورد را از خود نشان میتین که طرف مقابل شما هر کسی که باشد الا احساس رنجش کنه یا احساس به اصطلاح ناراحتی کنه، خب به این میشه گفت که کلمه خیابان آزاری است. تنها اون بحث های درشتش مطرح نیست، ولی میتونه به اصطلاح حرکت های خرد و کوچیک و بعضی از حرکت های نمادین، بعضی از صحبت ها، بعضی از جملاتی که به اصطلاح استفاده میشه حتی در خیابان، در داخل موتر، حتی به اصطلاح در اماکن عمومی مثل دانشگاه، مکاتب و در هر جایی که به اصطلاح یک اجتماعی وجود داشته باشه و در این اجتماع این بحث ها مطرح شده که یک کسی به اصطلاح از احساس ناراحتی بکنه، خب به این میشه گفت که همون پدیده غالب خیابان آزاری که خب بحث بیشتر در خیابان ها مطرح میشه. با او خاطر بحثی است که میگه پدیده خیابان آزاری، ولی خب بیشتر خیابان ها مثلا در دانشگاه ها، در محوطه مکاتب، در اماکن عمومی، در محل کار، خب در داخل ماشین، در همه جای ممکنه که چون بحث ها و صحبت های مطرح شود. یعنی هر عکس العمل و هر عمل و گفتار و کرداری که باعث آزار از یک طرف مقابل شد، چه از نگاهی روحی و روانی و از هر نگاه، این میتونیم که بگیم پدیده خیابان آزاری. حال ای که چرا و افراد با کدام نوع خصوصیت با چنین اعمال ناشایسته که به دیگران آسیب میتونه برسانه، مخصوصا از نگاه روانی ابهام البته انجام میتن و یا هم مبادرت میورزن؟ چند مورد فکر میکنم که در این خصوص مهم است. اولی که این پدیده بیشتر در کشورهای بسرا به مو شکل حادش بسرا تبارز پیدا میکنه که در اونجا یک انقلاب یا بسرا یک در کل یک غربال اجتماعی صورت گرفتن، به این معنا که تعداد وسیعی از نیروها به دلیل خشکسالی یا به دلیل سهولتی که در شهرها وجود داره یا به دلیل مشکلات طبیعی دیگه از مثلا قریجات و دهکده ها کوچیده آمدن در داخل شهر و شهرنشین شدن. شهرنشین شدن چون از ابتدا اینها شهرنشین نبودن و همو مؤلفه های شهرنشینی، فرهنگ شهرنشینی و اصلا برخوردی که در اجتماع داشته باشد و روابطی که باید ایجاد شود اینها وجود ندارد. وقتی اینها در داخل شهر میه با یک به اصطلاح پدیده نوی مواجه میشه، به اصطلاح با یک وادی نوی مواجه میشه، در واقع با یک به اصطلاح برخورد اجتماعی و یک حرکت های اجتماعی متفاوت از قریه به اصطلاح مواجه میشه، یک نوع احساس آزادی یا مسائل دیگه به اصطلاح وجود میاره. اینها یک پرسش در ذهن ما هم چون شاید بیننده برنامه خلق شده باشه. ما اکثر وقتی که در قرا قصوات مثلا در دهات روستاها میریم، اونجا میبینیم که افراد اشخاص مخصوصا آقایان به خانم ها خیلی احترام دارن و حتی خانمی که میبینن از راه عبور میکنن مسیر خود چپ میکنن و بسیار احترام میگذارن. اما شما میگین یکی از دلایلش هست که افرادی که از قرا قصبات میان داخل شهر میشن و به زندگی شهرنشینی آگاه نیستن. این افراد ما برخلاف میبینیم که افراد با سواد هم هستن که این چنین مشکلی دارن. میخوام برسم یعنی این یک غربال اجتماعی وقتی صورت میگیره و فرهنگی که در قریه وجود داره و اون روابط حساب شده و دقیقی که در قریه وجود داره و در شهر میه، این پایه هاش متزلزل میشه. یعنی با او دید باقی نمیمونه اون چیزی که در قریه میه. در شهر وقتی میه مثلا این به کلی غربال میشه. بحث دومی که
خب وقتی کسانی دیگه مثلا به کشورهای دیگه وقتی مهاجرت میکنه از کشورهای مثل ایران، پاکستان، مثلا هندوستان و کشورهای دیگه وقتی اونها دوباره به داخل افغانستان میان، نوع نگاهی که در اونجا دارد نسبت به تمام مسائل از این قبیل متفاوت است تا به کابل وقتی یا در شهرهای در داخل افغانستان. این هم میتونه یک تاثیر داشته باشد و فرهنگی از کشورهای دیگه وقتی میاد داخل افغانستان. شاید این پدیده خیابان آزاری در کابل نمیگیم که بی‌پیشینه است، ولی اگر شما قبل از مثلا حکومت به اصطلاح مجاهدین رو در نظر بگیرید یا حتی قبل از واقعه 11 سپتامبر اگر شما در نظر بگیرید، یک مقایسه علمی صورت بگیره با بعد از اون، یک چیزی کاملا متفاوته. یعنی بخش از فرهنگی که در او جامعه اینها مردم به اصطلاح بزرگ شدن و آداب و معاشرت اجتماعی وقتی داخل افغانستان آمدن، اینها به یک نحو تاثیر خود داره، ولی ما نمیگیم تمام علت این است. این دو تا علت که همون خدمتتون عرض کردم. و بحث دیگه ای که در داخل افغانستان، یعنی بحث مهم است که بخشی از یک بخش از وادی اجتماعی است که شما در مورد دیگران قضاوت بکنید، در مورد نوع لباس مردم، در مورد نوع رفتارشان، در مورد نحوه غذا خوردنشان، در مورد سبک زندگیشان، در ماشین نشستنشان، شما میخواد به عنوان یک داور قاضی عمل بکنید. یعنی شما گویا که وظیفه دارید از طرف کسی که قضاوت بکنید. یعنی این در قریب به اتفاق جامعه افغانستان متاسفانه وجود داره که در مورد مردم قضاوت میکنه که چرا، چطور لباس پوشیدن، چطور راه رفتن، چطور بود پوشیدن. این از گذشته ها بوده در افغانستان، اگر ما بگیم کاملا نبوده نگه پیشته بود، برای که مثلا در مورد دیگران قضاوت بکنیم تا در مورد خود. این هم یک مشکل هستن که ما در سطح مکاتب، در سطح دانشگاه ها، در سطح ما اماکن عمومی کمتر مثلا به ما اطلاق میشه که ما حق نداریم، ما وظیفه نداریم که در مورد دیگران قضاوت بکنیم، بلکه ما حق داریم در مورد خود قضاوت بکنیم. چطور لباس بپوشیم، چطور غذا بخوریم، با کی ارتباط داشته باشیم، چطور رفتار بکنیم، این مربوط ما میشه. یعنی ما حق نداریم که جامعه را مطابق با میل خود بسازیم، ولی میتونم خود را به صلاح تغییر بدم. یعنی مسئله دیگه که در افغانستان وجود داره و بحث دیگه که در کنار این چند مورد خدمتتون عرض کردم وجود داره، این که یک نحوی در کلیات افغانستان اگر شما در نظر بگیرین، ما برخوردی که بسیار در اجتماع صورت میگیرن در سطح به وجود میان، اینها یک بخش ناشی میشه از آگاهی های کاذب یا عدم آگاهی. یعنی شما اگر یک کسی که از دانشگاه فارغ میشه، صرف فارغ شدن از دانشگاه این آگاهی نیست. شما بررسی بکنید که آقا یا خانم در روز چند ساعت مطالعه داره، اینها به اصطلاح چقدر مصروف است به کارهای اینچنینی، خب خودشان به اصطلاح چطور میتونه برخورد بکنه. اینها هم یک مقدار تعیین کننده است در این نوع نگاهی که به اصطلاح وجود داره. و بحث نهایی ما میگه که قانون است. یعنی در بعضی کشورها که این برخوردها حاد بوده به خاطری که حکومت ها، البته در بعضی کشورها به اصطلاح در سطح کلی مطرح است، ولی در بعضی کشورها مثل آمریکا مثلا ایالت به ایالت فرق میکنه، آمدن این را به عنوان یک قانون در نظر گرفتن که مثلا اگر یک کسی از کسی شکایت بکنه به دلیل خیابان آزاری یا به هر دلیلی دیگه، اینها جریمه نقدی میشه، حبسی بسیار خفیف داره، مثلا دو روز، یک روز، بعدا تا یک ماه و مسائل دیگه که به اصطلاح مطرح میشه. ولی شما در افغانستان هیچ کدوم اینها را ندارید، به خاطر اینکه ما همین جنگ 40 ساله که در افغانستان صورت گرفتن و مشکلاتی وجود داره، جنگی که فعلا وجود داره، بسیار این موارد رو گرفته. یعنی تا زمانی که ما فکر جان و نان باشد، کمتر به مسائل توجه میکنیم. و بحث دیگه هم که نمیشه که همه اینها رو به اصطلاح به نقد بگیریم. بعضی چیزها یعنی طبیعی وجود داره، شما نمیتونید جامعه آمریکا رو نقد بکنید، بگین یا اروپایی ها رو بگین که اینها به اصطلاح فرهنگشون چطوره یا مشکلاتی که داره چطوره. یعنی بعضی چیزهای وجود داره به طبیعت انسان ها وجود داره، یعنی تفاوتی که بین مرد و زن وجود داره، تفاوتی که بین یک انسان مثلا جوان و پیر وجود داره، تفاوت هایی که مثلا وجود داره، اینو بعضی مسائل ها طبیعی هست که در جامعه وجود می داشته باشه، ولی اونها به چطور مدیریت شده. آقای موسوی، یک نظر به دیدگاه دیگه هم وجود داره که میگن در برخی حالات خود خانم های نحو لباس پوشیدن و ظاهرشان و وقتی که در بیرون حضور پیدا میکنن، زمینه ساز این چنین آزار و اذیت های خیابانی میشه. شما با این بحث چقدر موافق هستین؟ این بحث دقیق است که کدام موضوع یا جنبه علمی و یا هم ارتباطی با چنین عمل مردم نداره؟ نه، ببینید، این بحث بیشتر از این ناشی میشه که ما قضاوت میکنیم در مورد دیگران. یعنی ما میگیم که خانم ها باید لباسی بپوشن که مطابق به وضعیتی باشد که در شرایط جامعه اقتضا میکنه. حالا ممکنه بحث در جای خودش درست باشد، اما از اصل بنیاد این بحث بی بنیاد است. اولی که به لحاظ اسلامی اون چرا که شما به لحاظ شرعی مطرح میکنید یک بخش از صحبت هست. شما یعنی همین کسایی که در این مورد بحث میکنه، اینها شما بر تمام این موضوعات آگاهی ندارید. یعنی تمام موضوعات را، شرایط را، زمان را،
جایی که مثلا این بحث مطرح هست، جایی که این بحث جاری است، جایی که این بحث مثلا وجود نداره، اینا رو شما نمی‌تونید در نظر بگیرید. من می‌خوام عرض بکنم خدمتتون که در این ابتدایی که دین مبین اسلام آمد و گسترش پیدا کردن، حتی برده‌داری وجود داشتند که در اسلام حتی در ابتدایشون بودن، اما در مرور زمان اینها از بین رفتن و بسیار شرایط مثلا در یک زمان میگفتن که اگر مثلا محاسن کسی که محاسن سفید است یا مشترشان سفید است اگر رنگ کنه بسیار ثواب داره، به این دلیلی که در اون زمان بحثی بود که لشکر اسلام پیر و ضعیف معلوم نشه، بلکه آدم های جوان و توانمند و برومند معلوم شه، ولی امروز او ضرورت از بین رفته که شما حتما باید سر و رشک مثلا رنگ بکنید تا شما قدرتمند معلوم شوید. بعضی چیزهایی به اصطلاح وجود دارند، یعنی از این طرف هم یک نظر واحد جامعی وجود نداره. تنها چیزی که میتونم بگم که اسلام کرامت انسان ها رو برای همه لحاظ کرده و برای همه فرصت داده و برای همه به اصطلاح احترام قائله. اسلام دین هستند که بسیار بهترین زیبایی ها، خوبی ها و طراوت های زندگی رو داره. اون چرا که شما میبینید بخش از خشونت و انفجار و انتحار یا قضاوت کردن یا محکوم کردن دیگران، اینها خیلی معلوم نیست که چقدر دقیق مرتبط میشه با اسلام. و یک نکته هم کوتاه در خدمتتون عرض بکنم، یکی که در بسیار از موارد به اصطلاح ما فهم خود را از متون دین بیان میکنیم، یعنی متون دین یک چیز کامل و درسته، ولی برداشتی که ما به حیث یک خواننده، به حیث یک به اصطلاح طالب علم، به حیث یک محصل دارم متفاوت از اون متن که ما تونستیم اون متن کامل بگیریم یا بخشای را گرفتیم. اینها اون تفاوت هایی که به اصطلاح وجود داره. اینه که شما بگید که همه باید به گونه لباس بپوشن که مطابق به وضع شاید این برای حالت اضطراری درست باشه، ولی این پاسخگوی نیازمندی تمام زمان نیست که شما بخواید همه را مطابق به خودتون صورت نمیگیره. بله مشکل حل شود. یعنی نمیشه شما با نوع لباس مشکل حل بکنید، شما باید تمهیدات را، برنامه های علمی را به وجود بیارید که ذهن آدم ها را مثلا روشن بسازه، در ذهن آدم ها را مثلا متفاوت بسازه تا اینکه نوع لباس بخواد عوض بکنه. و این هم خیلی زمانگیر خواهد باشه. سپاسگزارم جناب آقای موسوی از که در برنامه امروز حضور پیدا کردین و صحبت های پیرامون این موضوع مهم داشتین. بیننده نهایت عزیز در حال حاضر وقفه، پس وقفه موجود باشیم هستیم.